سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالم که کانال فارسی نت رو انتخاب کردید. در این ویدیو میخواییم درمانهای خانگی مؤثر برای بوی بد دهان رو بهتون توضیح بدیم، پس ما رو همراهی کنید. هنگامی که یک فرد نفس بدبوی را از دهان خارج میکند، فردی که در کنار شما ایستاده یا به طور مستقیم با شما صحبت میکند میتواند دچار این مشکلات باشد: زبان یا لثه، معده، لوزه ها، بینی و مری. یا ممکن است مواد غذایی با بوی قوی مانند سیر یا پیاز مصرف کرده باشد. در این حالت بو در دهان شما حفظ میشود و حتی بعد از مسواک زدن از بین نمیرود. بو تنها زمانی که مواد غذایی از بدن خارج شوند از بین می رود. برای رفع این مشکل در کودکان و بزرگسالان توصیه هایی رو که تو این ویدیو براتون میگیم و حتما گوش کنید. در ابتدا علل بوی دهان رو با هم دیگه بررسی می کنیم. فساد دندانی، زخم های دهانی، عفونت های دهانی، تمیز کردن دندان ها به شیوه غلط، استرس، اضطراب، افسردگی، روزداری، الکل، سیگار کشیدن، چرخه قاعدگی، گاهی داروها باعث خشکی دهان و بوی بد می شوند، عفونت بینی و گلو، خوردن غذا با بوی قوی مانند سیر یا پیاز. حالا میریم سراغ درمانهای خانگی. 1. چای سبز یا چای سیاه. چای سبز یک آنتی اکسیدان قوی است که برای از بین بردن توکسین های بدن مفید است. نوشیدن چای سبز در صبح می تواند به شما در از بین بردن نفس بد کمک کند و باعث می شود که تمام روز احساس طراوت و انرژی کنید. چای سبز و چای سیاه دارای پریفنول هایی هستند که در مقابل باکتری هایی که بو را در دهان ایجاد می کنند مبارزه کنند. 2. آب. آب ماده طبیعی است که دهان شما را مرطوب نگه می دارد. بوی بد را از بین می برد. قبل از خواب یا صبح آب بنوشید. 3. سرکه سیب. سرکه سیب یک درمان قابل اعتماد برای بسیاری از بیماری ها و اختلالات و نفس بد است و هیچ عذری برای این واقعیت نیست. سرکه سیب را در یک لیوان آب بریزید و حدود 10 ثانیه دهان را شستشو دهید. دهان را پاکسازی کرده و بوی بد را از بین میبرد. 4. جوش شیرین. این یکی از بهترین داروهای خانگی برای بوی بد دهان است. جوش شیرین همچنین به عنوان بیکربنات یک راه حل عالی برای از بین بردن و جلوگیری از نفس بد است. کمک می کند تا سطوح اسیدی که موجب نفس بد می شود را متعادل کند و علاوه بر این با باکتری های دهانی که باعث بوی بد دهان می شوند مبارزه می کند. 1.5 قاشق چای خوری جوش شیرین را در یک لیوان آب گرم مخلوط کنید و دهان را شستشو دهید. یا با جوش شیرین دندوناتون رو مسواک کنید که باعث کاهش اسیدیته در دهان و جلوگیری از ایجاد باکتری در زبان شما می شود. 5. روغن درخت چای. روغن درخت چای یک عامل قوی آنتی اکسیدان و ضد باکتری است. در برابر انواع باکتری ها کار می کند و آنها را می کشد. آنچه که شما باید انجام دهید عبارتند از: 1 یا 2 قطره از روغن را به آب گرم اضافه کنید. برای 3-5 دقیقه شستشو دهید. همچنین می توانید چند قطره از روغن درخت چای را به خمیر دندان خود اضافه کنید. هر روز این کار را تکرار کنید تا بوی بد از بین برود. 6. جعفری. کلروفیل در جعفری می تواند بوی بد را از بین ببرد. ساده ترین راه این است که یک جعفری تازه را بخورید یا جعفری تازه را به سرکه آغشته کنید، سپس آن را بجوید تا از بوی بدن اجتناب کنید. راه دیگر استفاده از آب جعفری برای درمان بوی بد است. این روش نه تنها در درمان بوی بد دهان عمل می کند، بلکه هضم را بهبود می بخشد. 7. آووکادو. مصرف آووکادو باکتری های موجود در معده شما را کاهش می دهد و در نتیجه تسهیل عمل هضم را بهبود می بخشد و مانع بوی بد دهان می شود. 8. آب میوه ها. افرادی که از مشکل هالیتوز رنج می برند باید مقدار زیادی آب میوه بنوشند، زیرا آنها در مبارزه و درمان مشکل هالیتوز بسیار مفید هستند. 9. دانه هل. عطر و طعم معطر دانه هل به عنوان یک خوشبو کننده برای دهان و درمان نفس بد و علائم آن استفاده می شود.
در خانه به راحتی قابل دسترس است و یکی از راه‌های مؤثر برای خلاص شدن از این مشکل است. 10. جویدن آدامز. آدامز جویدن باعث می شود که بزاق دهان شما جریان داشته و مانع از خشک شدن دهان شما شود و در نتیجه برای مبارزه با مشکل بوی دهان مؤثر است. 11. دانه زنجبیل. یک فنجان چای تهیه شده از دانه های زنجبیل به رفع مشکل بوی بدن دهان کمک می کند. 12. دانه آفتابگردان. بعد از خوردن غذا چند دانه آفتابگردان بجوید. سپس یک لیوان آب بنوشید، به طور طبیعی بوی بد دهان را از بین می برد. 13. میخک. یکی دیگر از گزینه های لیست درمان های خانگی بوی بدن دهان است. میخک می تواند تنفس شما را تازه کند. میخک ها ضد باکتری هستند، بنابراین به خوبی برای حذف یا جلوگیری از نفس بد عمل می کنند. ساده ترین چیز این است که فقط چند قطعه میخک را بخوریم. برای به دست آوردن بهترین اثر سعی کنید به خوبی آن را بجوید. این روش پس از یک دقیقه یک نفس راحت را به شما خواهد داد. چای گل میخک نیز یک درمان خوب برای نفس بد است. آب را بجوشانید. وقتی که آب جوشانده شد، یک قاشق غذاخوری میخک را به آن اضافه کنید. 5 تا 10 دقیقه به همین منوال باقی بگذارید. اجاق گاز را خاموش، سپس اجازه دهید چای سرد شود و آن را بنوشید. اگر چای را دوست ندارید، می توانید از این چای برای شستشو استفاده کنید. برای به دست آوردن بهترین نتیجه، این درمان را 2 بار در روز انجام دهید. 14. دارچین. دارچین و عسل دارای خواص ضد باکتری بسیار خوبی در دهان ما هستند. آب 2 لیمو تازه را در 1 ظرف بریزید. اضافه کردن 1 قاشق چایخوری پودر دارچین و 1 تا 2 قاشق چایخوری عسل و بعد اضافه کردن آب داغ. این مخلوط را به آرامی روی دندان ها بگذارید به مدت 5 تا 7 دقیقه. دهان خود را با آب شستشو دهید. شما می توانید بقیه این مخلوط را برای استفاده بعدی نگه دارید. این را هر روز تکرار کنید تا نتیجه را ببینید. 15. جوش شیرین و آب لیمو. جوش شیرین یک کانی طبیعی است و پهاش دهان را متعادل می کند. همچنین باعث کاهش اسیدیته و جلوگیری از ایجاد بوی بد دهان می شود. آب لیمو خواص ضد باکتری بالایی دارد. ترکیبی از جوش شیرین و آب لیمو یک ترکیب قدرتمند برای از بین بردن بوی بد دهان است. مقدار کمی جوش شیرین را با 1 قاشق چایخوری آب لیمو مخلوط کنید. این مخلوط را روی دندان ها قرار دهید. 1 دقیقه صبر کنید و دهان خود را با آب بشویید. این کار را در هفته 1 بار انجام دهید. 16. عصاره دانه گریپ فروت. گریپ فروت موجب از بین رفتن هر گونه باکتری می شود که ممکن است در دهان رشد کند. مقدار کافی گریپ فروت را به مسواک بزنید و به آرامی مسواک کنید. توجه داشته باشید که شما باید این عمل را به آرامی انجام دهید تا از مینای دندان ها محافظت کنید. دهان خود را با آب بشویید و روزانه انجام دهید. 17. نمک سولفات. این درمان یکی از داروهای خانگی شناخته شده برای نفس بد است. نمک ها دارای خواص ضد باکتری طبیعی هستند، سموم را از بین میبرند و در برابر نفس بد مقاومت می کنند. 1 قاشق چایخوری نمک را در 1 لیوان آب گرم بریزید. دهان را با این محلول شستشو دهید. این کار را در ابتدای روز انجام دهید. 18. روغن نارگیل. روغن نارگیل یک عنصر بسیار محبوب برای بهداشت دهان است. دارای خواص ضد باکتری و ضد التهابی بالاست. به همین دلیل دهان را تمیز نگه می دارد. با روغن نارگیل به مدت 5 تا 10 دقیقه دهان را شستشو دهید. از آب گرم برای شستن دهان خود استفاده کنید. شما می توانید این درمان را به طور منظم تا زمانی که بوی بد از دهان برود استفاده کنید. 19. سرکه سیب و جعفری. جعفری حاوی مواد زیادی کلروفیل است. کلروفیل دارای خواص ضد باکتری است. علاوه بر این دهان را تحریک به تولید بزاق بیشتر می کند تا خشک نماند. 1 جعفری کوچک را در 1 لیوان سرکه سیب قرار دهید. آن را بیرون بیاورید و بجوید. پس از جویدن 2 تا 3 دقیقه آن را ببلعید. اگر طعم آن را دوست نداشتید می توانید آن را بیرون بیاندازید. 20. سرکه سیب، شکر و آب. مخلوط 2 تا 3 قاشق چایخوری سرکه سیب و 3 تا 4 قاشق چایخوری شکر را با 1 لیوان فنجان آب خوب هم بزنید تا شکر حل شود.
این لیوان را بنوشید. شما باید این دما را به طور منظم برای کاهش یا جلوگیری از نفس بد انجام دهید. خیلی ممنون که در این ویدیو ما را همراهی کردید. لطفاً ما را سابسکرایب کنید و زنگولک کنار سابسکرایب را بزنید تا از کارهای بعدی ما باخبر شوید. شب روزتون خوش.